با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان از همینک تا 20 دقیقه بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که قبل از برنامه خبری آن سوی خبر مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب باستاب با گسترده اظهارات ای تند آیت الله علی خامنه ای علیه عربستان سعودی همراه با موجی از تهدیدات خشن نظامی از سوی فرماندهان منصوب به وی آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه به حمایت از اسد ادامه واکنش های تند لایه های محافظکاران علیه دست دادن زریف و اوباما با واکنش تند محسنی اجرئی در جاسوس و دشمن خواندن وزیر خارجه ی کابینه ی روحانی و بالاخره شنیده های تازه از پرونده ای کهنه و افشای سرمنشه های فساد بابک زنجانی اهم مطالب و موضوعات برگزیده ی امشب پنج شنبه نهم ماه مهر ایرانی برابر با یکم ماه اکتبر سال 2015 میلادی است که در 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه علیه مواضع داعش بر صدر رسانه های داخل و خارج جای داشت در این راستا وزارت دفاع روسیه تایید کرده است که هواپیماهای نظامی این کشور حملاتی را در خاک سوریه آغاز کردند روسیه میگوید که مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده اما مقامات آمریکایی میگویند که اعضای داعش در مناطق بمباران شده حضور ندارند این حملات چند ساعت پس از آن آغاز شد که پارلمان روسیه درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را برای اعزام نیروی نظامی به خارج تصویب کرد روسیه گفته است در سوریه تنها از نیروی هوایی استفاده می کند نه نیروی پیاده نظام مقامات دولتی در دمشق می گویند که دخالت نظامی روسیه به درخواست بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام شده است به گفته مقامات آمریکایی اما حملات هوایی روسیه در مناطق نزدیک به شهر هومس انجام یافت در این راستا آمریکایی ها گفتند که یک ساعت پیش از انجام این حملات در جریان آن قرار گرفته بودند ادامه خبرها باز با مضمون سوریه و نزاع قدرت جهانی روسها و آمریکایی ها در زمین سوریه جان کری وزیر خارجه آمریکا به حملات نظامی روسها در خاک سوریه واکنش نشان داد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حضور همتای روس خود گفت اگر روسیه مناطقی را در سوریه بمباران کند که داعش و گروه های وابسته به القاعده در آن عملیات نکنند در مورد انگیزه واقعی مسکو تردید به وجود می آید. آقای جان کری در اشاره به آغاز عملیات هوایی روسیه علیه مخالفان و شرسد در سوریه اشاره کرد اگر اقدامات اخیر روسیه و عملیاتی که در جریان است نشانه تعهد واقعی برای شکست دادن سازمان های باشد آماده استقبال از این تلاش ها و یافتن راهی هستیم که عملیات ما و آنها با هم تداخل نداشته باشد و فشار بر داعش و گروه های وابسته به القاعده را افزایش دهد ده مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت که دولت آمریکا حاضر است گفتگو با روسیه را در این مورد هرچه سریعتر آغاز کند با این حال آقای کری تأکید کرد نباید نبردمان با داعش را با حمایت از اسد اشتباه بگیریم و چنین نخواهیم کرد همینک و در بخش میانی برنامه جستاری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و نظرهای منتشر در روزنامه های امروز ایران همانگونه که در صدر مطالب اشاره کردم تهدید تند و کم سابقه علی خامنه علیه کشور پادشاهی عربستان سعودی در جمع نظامیان باستاب گسترده ای در تمامی روزنامه های کشور داشت البته برخی از روزنامه های غیر حکومتی تا حدودی کشیدن با منش دیپلماتیک از زهر تهدید وی بکاهند چرا که این میزان خشم علیه یک کشور همسایه و مسلمان منطقه ای را بر سبیر سیاست و تدبیر نمیدانستند در این میان روزنامه کیهان مؤسسه مطبوعاتی تحت امر نهاد رهبری ایران تمام نیم صفحه اصلی را نظامی آراست و با تندترین واژگان از اتمام حجت با آل سعود مهمان کش نوشت مهمانکش و یا کودک واژگان توصیفی و تعابیر تخریبی است که رسانه کیهان و شاخک نظامیان برای برخی از کشورهای ناهمسو در منطقه به کار میگیرند این روزنامه علی خامنه ای را نشان میدهد که با مردان تراز اول و فرماندهان کل نظامی جمهوری اسلامی احاطه شده و این جمله خامنه ای را بر صفحه یک نگاشت که اندک بی احترامی به حجاج ایرانی عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت که از منظر عمده کارشناسان رسانه و سیاست به عنوان یک تهدید علنی نظامی تعبیر گردید و یا روزنامه جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران تنها با دو واژه نظامی تزئین شد و به نقل از خامنه ای از سیدی سخت سخن گفت همینطور سایر روزنامه های اردوگاه اصولگرایان همگی و به طور یک پارچه و هماهنگ با ادبیاتی تهاجمی خامن را رأس نشین صفحه ساختند و هشدار این فقیه حاکم در ایران را به طور هماهنگ برجسته ساخته بودند از جمله روزنامه های رسالت نزدیک به طیفی از معتلف ایها و جناه بازار حمایت وابسته به ارگان غذایی روزنامه خراسان روزنامه رادیکال و تندروی سیاست روز و بالاخره وطن امروز نزدیک به ایدئولوژی حلقه مصفاهیه و مردان احمدی نژاد همگی با آهنگ پیروزی از اظهارات خامنه ای فضایی نظامی آراسته بودند ادامه می دهیم با سایر موضوعات منتشره در روزنامه های امروز محمد جواد زریف زیر ضرب جناه تون روی مخالف دولت قرار داشت و سه روز پس از یک احوال پرسی ساده در راهروهای سازمان ملل همچنان مورد تون ترین انتقادها از سوی رسانه های منتصب رهبری ایران بود در تازه ترین اظهار موازه مسئولین جمهوری اسلامی محسنی اجعی مصافحه این دولت مرد عرصه دیپلماسی خارجی را مصداق جاسوسی دانست و حتی خواهان بازداشت و برخورد قضایی با این مقام ارشده وزارت خارجه در ایران شده بود که امری بسیار کم سابقه بوده است در این میان روزنامه آفتاب است مطلب اصلی شماره امروز را با عنوان اعتراض خشن به ظریف با ورز واژگانی کوشید که با همپوشانی نام محمد جواد ظریف و کنش انسانی این وزیر کابینه روحانی در دست دادن با رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان عملی ظریف یاد کرد که مورد حجم و اعتراض خشن و تند گروه های در مجلس قرار گرفت همچنین روزنامه ابتکار با اشاره به توهین به وزیر خارجه به بهانه یک اتفاق با شگفتی و استعاره از حمله به دستهای دیپلماتیک سخن گفت ابتکار در این گزارش اصلی با ذکر برخی از منابع موسوم به دلواپ و با اشاره به برخورد بیادبانه نماینده مجلس علیه ظریف نوشت که شاید اگر این مسافهه بین روحانی و اوباما روی داده بود الان ماجرا بسیار داختر هم می شد بر اساس گزارش منتشره در روزنامه ابتکار بهرام بیرانوند نماینده بروجرد صبح دیروز گویا با داد و بیداد در صحن علنی مجلس گفت دقیقا زمانی که هزاران حاجی در منا در آغوش مرگ افتادند آقای ظریف هم در آغوش اوباما و وزیر خارجه آمریکا افتاد آقای ظریف غلط زیادی کرده اگر به عنوان وزیر خارجه چنین کاری کرده و دلش خواسته با رئیس جمهور آمریکا دست بدهد سخنان وی با تذکر محمد حسن ابو ترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت روبرو شد که میکروفون وی را قطع کرد و خواستار رعایت شعن وزیر خارجه کشور شد او با بیان اینکه در تذکرات باید رعایت ادب شود ادامه داد شعن وزیر خارجه و یک مقام مسئول باید رعایت بشود اما بیرانوند با وجود قطع میکروفونش همچنان با داد و بیداد میخواست به تذکر خود ادامه دهد که ابو ترابی فرد مخالفت کرد اما فریاد برخی نمایندگان موافق با سخنان بیرانوند آنقدر ادامه یافت که نائب رئیس مجلس بار دیگر دستور باز شدن میکروفون بیرانوند را داد بر اساس گزارش روزنامه ابتکار نماینده بروجر در ادامه تذکرش با طرح این ادعا که ظریف از چارچوب وظایف خود و چارچوب های نظام خارج شد افزود ظریف اگر به عنوان یک شخص اتش روبوسی با اوباما را دارد استعفا کرده و در خانه آنها بساط کند وی با لحن احانتامیزی ادامه داد به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید سخنان ایشان بار دیگر با واکنش ابو فرد روبرو شد که خطاب به وی گفت غیرت دینی دفاع از انقلاب و خون شهدا در افرادی مثل آقای ظریف از ما کمتر نیست ادامه می دهیم با بررسی روزنامه ها روزنامه آفتاب یزد در مطلبی که از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه منتشر کرده بود در بخشی از این مطلب مدعی شد که آمریکا آموزش معارضین سوریه را متوقف می کند بنابر گزارش روزنامه آفتاب یزد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد آموزش معارضان سوریه در قالب برنامه آموزش و تسلیح این نیروها را تا نتیجه دادن ارزیابی های لازم متوقف خواهد کرد به گزارش منابع خبری ایران از جمله ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی ترکیه پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که برای مدتی انتقال شپ نظامیان سوری به مراکز آموزش موجود در ترکیه و اردن متوقف می شود ولی آموزش گروه سوم که پیشتر آغاز شده بود ادامه می آباد. ترکیه و آمریکا سال گذشته برای همکاری در آموزش و تسلیح گروهی از معارضان سوری که با آنان لقب مخالفان میان رو داده بودند قراردادی به امضا رساندند ناظران آگاه بر اساس گزارش آفتابی از عقیده دارند تصمیم برای توقف این برنامه ها پس از آن اتخاذ شد که رسانه ها از اسارت گروه اول نیروهای آموزش دیده توسط گروه جبهه انصره خبر دادند بر اساس گزارشات مندرج در برخی از رسانه های ترکیه یکی از فرماندهان گروه دوم آموزش دیده در ترکیه اسلحه ها و تجهیزات نظامی آمریکایی خود را به انصره تحویل داده است ورق میزنیم روزنامه ها را رو با موضوع برگزیده دیگر رد پای پنج مقام زینوفوز در پرونده بابک زنجانی مرد سه شناسنامه ای پنجا الا شست درصد افراد سیاسی خاص در ماجرای بابک دست داشتن و یا مهر تایید پنج عضو دولت احمدی نژاد بر فعالیت بابک زنجانی سشن ای از جمله گزارشی بود که برخی از روزنامه های تهران با عناوین مذکور منتشر کرده بودند بر اساس گزارش های منتشر در روزنامه های تهران از جمله روزنامه آرمان که در صفحه نخست به آن پرداخته بود رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در دو سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس گفت ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم ده تشکیل شد که محصل آن تاییدیه چهار وزیر مبنی بر اینکه بابک زنجانی میتواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد این نماینده مجلس در ادامه اظهارات خود ادامه داد سوالی که برای مردم مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل چگونه یک بار مورد تایید چهار وزیر کابینه دولت احمدی نجات قرار می گیرد. ادامه می دهیم با موضوعی دیگر و روزنامه دیگر از جمله موضوعاتی که در ستون تحلیلی بیشتر روزنامه های امروز باستا به گسترده ای داشت همانا حمله هماهنگ تمامی روزنامه ها از هر دو جناح علیه کشور عربستان بود گویی یا پس از اظهار موضع خسمانه علی خامنه ای روزنامه های تا حدودی مستقل از حاکمیت نیز حسب یک دستور امری از بالا ناگزیر به بدگویی به عربستان شدند. در این میان تکلیف روزنامه های کیهان وطن امروز و جوان و رسالت و جامعه جمع و مواردی از این دست مشخص است اما روزنامه های ابتکار و اعتماد و شرق نیز به خیلی منتقدین پیوسته بودند. از جمله روزنامه شرق یادداشت و سرمقاله اصلی شماره امروز را به قلم فریدون مجلسی یکی از مردان کارگزار میان رو با عنوان تند ابزار تفکرات جاهلی منتشر کرد و در بخشی از این نوشتار بلند با حمله به وزیر خارجه کشور عربستان نوشت که مدتی است پسر یکی از سفرای عربستان به صندلی وزارت خارجه رسیده است که بدون اشراف و درک لازم از گذشته منطقه و حساسیت تاریخی روابط عربستان و ایران با لحن غیر دیپلماتیک سخنانی گفته و کارهایی کرده که نشان میدهد سمت وزارت خارجه بسیار بیش از ظرفیت چنان شخصی است. به اعتقاد فریدون مجلسی سطر نویس روزنامه شرق وزیر امور خارجه عربستان از برنامه ریزان اصلی حجوم آن کشور به یمن است که می رود سعودی ها رو به زعم وی به باطلاقی مخرب بکشاند البته این نویسنده هیچ اشاره به برگزاری جشن شادی از سوی برخی از گروه های نظامی و شاخک های آن پس از مرگ پادشاه عربستان جلوی سفارت این کشور در تهران نکرد که حتی فقیهی از قوم آیت الله جوادی آمولی به این موضوع انتقاد کرده بود که این مدل رفتارها میتواند در کین توزی و دشمنی ها نقش آفرین باشند. گویا وقت برای بازخانی مطلب دیگری نیز هست موضوع دست دادن ظریف با اوباما یا در اصطلاح رسانه های نظام فقها ها مسافهه که نخستین بار برای هماغشی محمود احمدی نژاد با مادر هوگو چاوز مصطلح گردید مورد و واکاوی بسیاری از روزنامه های امروز تهران بود در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در گزارشی تحقیقی به دفاع از ظریف و گلایه از منتقدین تند ظریف پرداخت روزنامه ای ایران ارگان دولت در این گزارش با عنوان ریشه یابی بداخلاقی های سیاسی با ظریف با این عنوان منتشر شده بود در گفتگویی با برخی از صاحب نظران سیاسی ایران از جمله محمد جواد حقشناس نعمت احمدی حقوقدان و سایر مهمانان موجود در اون مطلب از استانداردهای دوگانه در رویدادهای دیپلماتیک گلایه کرد و نتیجه گرفت که انتقاد از ظریف به خاطر دست دادن با اوباما بار دیگر استاندارد دوگانه دلواپسان در برخورد با وقایع سیاسی را نشان داد از جمله این که علی رضا زاکانی از جمله نمایندگانی بود که به تندی ظریف انتقاد کرد اما واکنشش به انتشار عکسی از محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم در کنار وزیر علوم اسرائیل متفاوت بود این عکس در حاشیه اجلاس سزامی 2008 در اردن برداشته شده بود و نخستین بار توسط سایت جهان نیوز که متعلق به خود زاکانی است منتشر شد که های بسیاری نیز علیه دولت وقت برانگیخت اما در ادامه ماجرا زاکانی نه فقط از نقض معیارهای دیپلماسی ایران توسط عضو کابینه دولت نهم انتقاد نکرد بلکه با وجود انتشار تصویر مستند ماجرا در سایت خود در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شد وزیر علوم هنگام استراحت در اتاق پذیرایی به سر می برد که شخصی ناشناس وارد اتاق می شود و پس از پرسجو معلوم می شود این فرد وزیر علوم اسرائیل است و وزیر با اعتراض بلافاصله محل را ترک کرد زاکانی در ادامه توجیه مطلب خود گفته بود معتقدیم این موضوع یک سناریو بوده تا به وجهه جمهوری اسلامی ایران آسیب برسد. بر اساس گزارش روزنامه ایران ارگان دولت همینک مشخص نیست زاکانی که آن زمان در قامت مدافع کنار هم نشستن تصادفی وزیر احمدی نجات با همتای اسرائیلیش ظاهر شد اما امروز دست دادن تصادفی ظریف و اوباما را اقدامی غیرقابل توجیه و مستحق برخورد جدی میداند و تأکید می کند که مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. و با این گزارش از روزنامه ایران وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. بیننده برنامه آن سوی خبر پس از صفحه یک باشید. تا آنگاه شامگاه خوش بدرود.